ترتیب 58مین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد. 86 کشور به قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی رأی مثبت دادند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت: تبریک به مردم ایران و تأکید بر ضرورت تحریم و طرد کامل فاشیست مذهبی از خانواده ملل. 58مین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی در ارگانهای ملل متحد به خاطر نقض وحشیانه حقوق بشر و اعدامهای فزاینده و خودسرانه در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. 86 کشور به قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی رأی مثبت دادند که در مقایسه با آراء مثبت سال گذشته، آراء مثبت 6 کشور به شمار آراء محکومیت رژیم افزوده شده است. تلاش‌های هیئت نمایندگی رژیم و عوامل خامنه‌ای برای تطمیع برخی از کشورها یا فریبکاری برای جلوگیری از طرح قطعنامه با شکستی مفتضحانه مواجه شد. شمار کشورهایی که رأی منفی دادند امسال نسبت به سال گذشته 12 کشور کمتر است و آنها که حاضر شدند به نفع این رژیم جنایتکار رأی منفی بدهند حکومت‌هایی هستند که خود در شمار ناقضان حقوق بشر هستند. شایان توجه است که عفو بین الملل امسال همزمان با طرح قطعنامه محکومیت رژیم در کمیته سوم مجمع عمومی با صدور یک بیانیه عمومی اعضای کمیته سوم مجمع عمومی را به حمایت از قطعنامه محکومیت رژیم ایران و رد کردن هر گونه طرح فریبکارانه برای از دستور خارج کردن قطعنامه فرا خواند. تصویب این قطعنامه با آراء قاطع و بیش از پیش جامعه جهانی شکست بزرگ دیگری برای دیکتاتوری ضد بشری آخوندی در بحبوحه انزوای جهانی این رژیم است. قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر که از سوی 42 کشور از جمله کانادا، ایالات متحده، استرالیا، نروژ و کشورهای اتحادیه اروپا ارائه شده بود، رژیم ایران را در 16 زمینه ناقض حقوق بشر می داند. این زمینه ها شامل شکنجه، افزایش استفاده از مجازات اعدام، محدودیت های سیستماتیک و جدی آزادی اجتماعات و ایجاد محدودیت شدید حق اندیشه، عقیده و عقاید مذهبی می باشد. این قطعنامه بر اساس منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق بشر و اسناد بین المللی دیگر و با یادآوری قطعنامه های قبلی محکومیت رژیم ایران در مجمع عمومی ملل متحد، این موارد را به عنوان نقض مکرر و مداوم حقوق بشر محکوم کرده است. شکنجه و مجازات های غیر انسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه، من جمله شلاق زدن و قطع عضو، افزایش چشمگیر اعدام ها، من جمله اعدام در ملأ عام و اعدام های سری گروهی، صدور و اجرای حکم اعدام علیه افرادی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند، صدور حکم اعدام تحت عنوان محاربه، اعمال فشار و دستگیری سیستماتیک مدافعان حقوق بشر از جمله وکلا و خبرنگاران، تبعیض و خشونت علیه زنان و سرکوب مدافعان حقوق زنان، سرکوب و آزار اقلیت‌های قومی و مذهبی، سرکوب آزادی‌های عمومی از جمله ابراز عقیده و مذهب و ممانعت از آزادی بیان و اجتماعات، دستگیری های خودسرانه و بازداشت های فاقد روند قضایی، محدودیت های ادامه دار، سیستماتیک و جدی علیه آزادی برگزاری تجمعات و جلسات صلح‌آمیز و آزادی ابراز نظر، من جمله بر روی مطبوعات، خدمات دهنده های اینترنت، بلاگرها، روحانیون، هنرمندان، فرهنگیان، دانشجویان، سران سندیکاهای کارگری از همه اقشار جامعه ایران. ادامه استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و شبه نظامیان هدایت شده توسط دولت
برای جلوگیری از اجتماعات.